ما فرض کنیم یه شبکیه هم عرضه تونل و نورتون خیلی باهاشون سر کار خواهید داشت، مثل تقسیم ولتاژ، تقسیم جریان که تو هر درسی باهاش برخورد میکنید. سلام، جام لازمه. این اگر یه شبکه مقاومتی، شبکه مقاومتی و منابع باشه، این ولتاژ خروجیش یا ولتاژ دو سرش از هر گریه که شما میشه. سلام علیکم. حالا ما اسمش رو میذاریم دو سر مثلا A و B. میتونیم دو سر خروجی، این A و B میتونه دو سر خروجی باشه یا هر سمتی از مدار که شما میخواید. از هر دوستری که ما بخوایم میتونیم هم ارزها رو به دست بیاریم. خب هم ارزه چیه؟ هم ارزه تونن به چی میگن؟ این شبکه مقاومتی و منابع رو میتونیم به این صورت ما ساده کنیم، بگیم معادل است با یه مقاومت تونن و یه ولتاژ تونن. مقاومت داریم و منبع دیگه، اینجا هم یه مقاومت معادل داریم، یه منبع معادل، نسبت منفی چی؟ وی تونن. این هم همون سر A هست، این هم سر B هست، یا همون چی؟ مثبت منفی VO. یعنی دقیقا این دوتا رو ما میتونیم یکسان در نظر بگیم. تو شبکه فکس فقط مقاومتی و منابع هست، خب یه مقاومت معادل داریم، یه ولتاژ معادل. خیلی بنویسم. مقاومت معادل و ولتاژ معادل، معادل شبکه. این هم باز خودش، این هم عرض چیه؟ این بنویسم زیرش، هم عرض، هم عرض تونن، هم عرض نورتون هم داریم. هم عرض نورتون، همین رو میتونید تبدیل کنید، یا میتونید مستقیم حسابشون، یا اینو تبدیل کنید به نورتون. میشه یه منبع جریان یه مقاومت هم همون بگیم سرهای A و B که میتونه ولتاژ خروجی هم باشه. این هم اسمش میگه R نورتون، این هم I نورتون. رابطه بین این هم پس بنویسم هم عرض نورتون. رابطه بین این دوتا چیه؟ این چطور اینا رو به هم تبدیل کنیم؟ میتونیم به سادگی بگیم که آی نورتون مساوی است با این جریان، مساوی است با وی تونن تقسیم بر آر تونن. وی تونن تقسیم بر
آره تبنن و آره نورتون هم دقیقا همون آره تبنن هست. آره تبنن مساوی است با آره نورتون. این مقاومت هاشون یکیه، فقط دو تا منبع، یکی یه بار منبع به صورت منبع ولتاژ ظاهر شده، یه بار هم به صورت منبع جریان. خیلی خوب. بریم حالا ببینیم چطوری میتونیم این همارزها رو به دست بیاریم. اگر یه شبکه مقاومتی با منبع داشتیم چه راهکارهای کلاسیکی هست برای محاسبه اینها؟ خب یه راهکار اول یا مورد اول بگیم، در حالتی که حالتی در بگیم اگر منابع همگی مستقل باشن، منبع وابسته نداشته باشیم، منبع وابسته نداشته باشیم. خب بگیم الف مثلا محاسبه آر تبنن یا آر نوتون. در واقع کلیه منابع مستقل مدار با غیر فعال به قول معروف صفر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من به ولتاژ اتصال دوتا و من به جریان مدار می شود. نمیدونم درباره اینا صحبت نکردیم که منبع رو اگر صفر کنیم یعنی چی، یا غیر فعال کنیم چرا منبع ولتاژ اتصال کوتاه میشه و منبع جریان مدار باز. شما چیزی یادتونه؟ ما تو همه درس باش سر کار داریم یادم میاد. روزی ندادم. یه توضیح مختصر میدیم زرد نه. این ویه او ای کای او این مثلا ویه اس باشه. توضیح ندادم پس. خب اینو چطوری توضیح بدم؟ آره مستقل وابسته رو گفتم، نه غیر فعال کردن منابع رو. وقتی میگیم منابع رو صفر میکنیم یعنی چی؟ این من درستش
برای من و مونتاژ برای من به جریانم اینو بیارم پایین تر به عنوان یه نکته. تو هر درسی بهتون گفتم منابع غیر فعال، دیگه اینو تو ذهنتون داشته باشید. اینم بگیم IS. منحنی منابع رو رسم کردیم، منابع جریان و منابع ولتاژ. من به ولتاژ چی بود ایدئال؟ من به ولتاژ ایدئال این بود که هر چقدر جریان ازش میکشیدیم ولتاژش ثابت بود، درسته؟ کاتی بنویسم. به ازای تغییرات جریان بگیم، به ازای تغییرات جریان منبع، به جریان خروجی منبع ولتاژ VS ثابت است. ایدئال منابع ما هم ایدئال هم دیگه تو تحلیل هم. به ازای تغییرات جریان خروجی منبع زدیم منبع بکشیم این پایین، این منبع ولتاژ باشه مثلا مثبت منفی وی اسی که میگیم منظور اینه. اینم آی او، هر چقدر آی او داره کم و زیاد میشه تو این منحنی ببینید ولتاژ ثابت، درسته؟ حالا بریم ببینیم منبع جریان چه خاصیتی داره. به ازای تغییرات ولتاژ گستر منبع جریان آی اس ثابت است، در واقع این ایدئال میشه. منظور صفر کردن در واقع صفر کردن منبع، نداریم حالا جریان هم برقرار باشه، صفر کردن منبع مد نظر هست. حالا بذارین این بحث رو تو تموم کنیم، بعد این هم فرض کنیم یه منبع جریان باشه. چیه این آی اس؟ حالا بنویسم آی اس، این هم مثبت منفی چی بیه بوتی هم ولتاژ دو سرش. خب هر چقدر ولتاژ کم و زیاد شه ولتاژ دو سر منبع جریان، میبینید جریان ثابته برای منبع ایدئال. این از خواص منابع ایدئال هست. ما باید طوری طراحی کنیم تو درس الکترونیک که به این همچی خواصی برسیم. وقتی میگن منابع رو غیر فعال کنیم یعنی صفرشون کنیم، یعنی چی؟ از مدار خارجشون کنیم، یعنی ولتاژ، نه اینکه ورش داریم. اونجا رو ولتاژ صفر اعمال کنیم، مثلا تو هر مداری که داریم. پس میگم غیر فعال کردن منبع ولتاژ، غیر فعال کردن منبع ولتاژ، یا بگیم صفر کردن یعنی ولتاژ، یعنی اعمال
ولتاژ صفر به جای معمول. ولتاژ صفر چیه؟ یعنی اتصال کوتاه کرد، باز جا نشد. ولتاژ صفر یعنی اتصال کوتاه کردن منبع، یعنی سیم اتصال کوتاه، یعنی اتصال کوتاه کردن منبع ولتاژ. حالا من به جریان این یه خورده ای کاش میشون ببینیم بالا. حالا من به جریان چی؟ غیر فعال کردن من به جریان صفر کردن، صفر کردن یعنی اعمال جریان صفر. یعنی مدار باز کردن منبع جریان. میخوایم جریان این منبع رو صفر کنیم. این جریانش آی اس. خب آی اس مساوی صفر یعنی چی؟ یعنی این سیم اتصال باز شد دیگه، یعنی هیچ جریانی عبور نکنه. یعنی میتونیم که منبع غیر فعال کنیم، صفر کردن یعنی این اتصال باز. آیه ایت مساوی صفر برسه. آره چون اصلا من به جریان البته تو تحلیل AC با DC فرق میکنه یکم، بذار اینم بنویسم برای اینا، بعد اون نکته هم برمیگرده. اینم بگیم یا غیر فعال کردن، هر چی اسمشو میذارید میشه اتصال. وی اس مساوی صفر. خب از لحاظ مقاومتی به نظر شما چطوری میشه اینو تعبیر کرد یا تفسیر کرد یا توجیه کرد؟ حالا این تعریف اتصال باز و اتصال کوتاه بود، اما از لحاظ امپدانسی شما چه تحلیلی دارید از این قضیه؟ از این تعریف مدار باز کردن و اتصال کوتاه کردن بود یا غیر فعال کردن منابع مستقل.
از لحاظ امپدانسی مقاومتی چطوری میتونیم این قضیه رو توجیه کنیم که چرا این کارو کردیم؟ گفتیم صفر کردن یعنی ولتاژ صفر، اینه صفر کردن جریان، صفر کردن ولتاژ یعنی اتصال کوتاه تو منبع ولتاژ، صفر کردن جریان هم یعنی جریان عبور نکنه دیگه، یعنی IS صفر یعنی مدار باز، صفر کردن ولتاژ هم یعنی اتصال کوتاه دیگه. این تعریف صفر کردن منابع بود. اما توجیهمون از لحاظ امپدانسی چیه به نظر شما؟ چه توجیهی پشت این قضیه است از لحاظ امپدانسی؟ درست میگیم های شهری منطقه درن بینهایت یا مقامت بینهایت کجا بودیم؟ این اصلا منابع نمیدونم، ما میخوایم همون اتصال کوتاه کردن رو توجیه کنیم دیگه، فعلا که نمیدونیم جریان بینایی. کسی ایده دیگه نداره؟ اون خوب نیم. خیلی خوب، خوبه. حالا اصلا منابع ولتاژ، منابع جریان اینجوریه. ببینید یه بگم، یه اشاره کردیم قبلا به این، حالا نمیدونم تو جزء ببینم، پس یه لحظه یه نگاه بندازیم با هم. کجاست تعریف منابع؟ اینا که سیگنال ها هستن. اینجا که نیست. اینجا در باید منابع صحبت کردیم. منابع سرن. اجازه بدیدم. از داده های قبلیمون ببینیم میتونیم استفاده کنیم. منابع ولتاژ مستقل ایده اینه، مقاومت درونی منبع ولتاژ. خب پس بذارید ما منبعمون رو مدل کنیم با همین. مثبت منفی وی اس بگیم، اسم اینم بذاریم آر اس. اینم طبق همون منحنیمون بگیم مثبت منفی وی اوت. درسته؟ چیزی که باعث میشد منبع ایدئال نباشه همین آر اس بود. باعث میشه منبعمون ایدئال نباشه آر اس. اینجا ببینید، اینجا منبعمون ایدئاله، همون چیزی که تو مدارا ما استفاده میکنیم رو کاغذ. آر اسش صفره، یعنی هرچی ولتاژ وی اس هست میاد میفته رو بار، هر چقدر جریان بکشیم ولتاژ ثابت میمونه. اینو قبلا توضیح دادم. اما اینجا نه، اینجا هر چقدر جریان افزایش پیدا میکنه این آر اس افت ولتاژ رو آر اس افزایش پیدا میکنه، اینقدری که اینجا ولتاژ به صفر میرسه، وی او میشه صفر، چون جریان زیاد شده زد در آر اس شده، کل وی اس افتاده رو آر اس. جریان خروجی زیاده اما ولتاژ منبعتون افت کرده، در صورتی که منبع ولتاژ نباید ولتاژش افت کنه، اسمش رو خودش منبع ولتاژ، هر چقدر جریان ازش بکشیم باید به همون اندازه
ولتاژ بهمون بده. اینو من قبلا هم گفتم، مثلا باتری خودرو روش نوشته مثلا 70 آمپر، یعنی چی؟ یعنی تا 70 آمپر شما جریان ازش بکشی، تا 70 آمپر جریان ازش بکشی، ایفمون کجاست؟ ولتاژش باید روی 12 ولت باقی بمونه. اینجا چیه؟ این اگر آی باشه این 70 آمپره. تا 70 آمپر ولتاژ رو 12 ولت باید باقی بمونه. بعدش دیگه افت میکنه، چون دیگه این باتری اینقدر خاصیت داره. بعدش دیگه مقاومت داخلیش اجازه نمیده. پس داستان قضیه همینه. پس تو منابع سعی بر اینه که RS چقدر باشه، مقاومت درونی منبع صفر باشه. پس تو منبع ایدئال RS، پس این نکته رو بنویسیم، مقاومت درونی منبع، مقاومت درونی منبع که در حالت ایدئال آر اس مساوی صفر است. اسم جریان خروجی رو بذاریم هم آی او. پس باید بگیم که وی او مساوی است با وی اس به علاوه آر اس آی او. اینو قبلا نوشتیم بود. خب آر اس که صفر، برای ایدئال منبع ورودی هم اگر صفر کنیم، غیر فعال کنیم، اینم که اگر غیر فعال کنیم، غیر فعال کنیم، VS مساوی صفر، نتیجتا این میشه چی؟ VO مساوی صفر. درسته؟ VO مساوی صفر یعنی اتصال کوتاه. سال به قول شما بگیم که آره اس مساوی اس با قانون اوم رو بنویسیم. میخوام تو ذهنتون جا بگیره برای همیشه که چرا منابع رو به این شکل ما غیر فعال. جریان که صفر نیست، درسته؟ یعنی حتی وی اس هم صفر کنیم جریان صفر نمیشه. پس به قول شما آقای شهری گفت که حتما آر این اگر مساوی صفر باشه، آر که صفر شده دیگه. باید صفر باشد و ولتاژ خروجی صفر شد. یعنی چی؟ اتصال کوتاه. در حالی که جریان برقرار است. جریان میتونه برقرار باشه. درست شد؟ این برای منبع جریان، منبع ولتاژ مزرعه بخوام.
برای من به جریان من به جریان مستقل ایدئال مقاومت درونی من خب پس بریم اینم بنویسیم پایه اس اسمش رو بزنیم همون پارا اس پایه او مثبت منفی وی او خب باز اینم میگه مقاومت مقاومت درونی من به جریان آرس بی نهایته چون نباید جریان عبور کنه چرا؟ چون جریان خروجی رو کم میکنه یعنی آیه او مساوی است با آیه اس منهای چی؟ پای آر اس مثل اینو بذاریم پای آر اس خب جریان این باید کم باشه دیگه اگر جریان این زیاد شه اون وقت جریان خروجیمون کاهش پیدا میکنه شبیه این شکلشو نکشیم شبیه این یعنی اگر ولتاژ خروجی افزایش پیدا کنه ولتاژ خروجی اینجا اگر افزایش پیدا کنه چه اتفاقی میفته ولتاژ آر اس افزایش پیدا میکنه دیگه ولتاژ آر اس که افزایش پیدا میکنه طبق قانون او جریانش افزایش پیدا میکنه جریانش که افزایش پیدا کنه خب جریان خروجی کاهش پیدا میکنه پس بذار بنویسیم دیگه که آیه آر اس مساوی است با وی او تقسیم بر چی آر اس اگر در حالت ایدئال وی او تقسیم بر بی نهایت باشه این میشه صفر پس تلاش بر اینه که آر اس رو تو منبع جریان بی نهایت یعنی بی نهایت طراحی کنه که جریان این صفر باشه اگر بی نهایت نباشه به ازای افزایش ولتاژ یا تغییر ولتاژ بالاخره جریان این تغییر میکنه رو جریان خروجیمون تاثیر میذاره خیلی خوب جای این دوتا رو عوض کنیم آر اس این باید صفر باشه اینم بگیم غیر فعالش کنیم غیر فعال کنیم یعنی چی آیه اس مساوی صفر خب کی این اتفاق میفته یعنی آیه او مساوی صفر که یعنی چی؟ یعنی مدار باز یعنی مدار باز به این خاطر ما اینو مدار باز پس همیشه تو ذهن داشته باشیم من به ولتاژ مستقل اتصال کوتاه میشه من به جریان چی میشه؟ مدار باز میشه اگر خواستید مقاومت درونیشو لحاظ کنید خودش که صفر شده مقاومت درونیشو اگر داده بودن خب میتونید بذارید دیگه اگر صفر بود بی نهایت بود که صفر اگر ایدئال نبود مثلا 50 اوم بود خب 50 اوم میذارید اینجا مثلا اگر 1 مگا اوم 1 مگا میذارید اگر بی نهایت بود بی نهایت میذارید یعنی اتصال باز کنید
ولتاژش رو صفر میکنی اما مقاومتش میمونه. منتها چون ما منابع رو ایدئال در نظر میگیریم، آر اس هم صفر دیگه، کلا میشه اتصال کرد. اینجا هم آی که صفر میشه منبع جریان، مقاومتش میمونه. ما چون ایدئال لحاظ کردیم، مقاومت گفتیم بی نهایت، بی نهایت هم یعنی مدار باز دیگه. درسته؟ کسی سوالی نداره؟ خب پس بگیم که آی برای اینکه این صفر شه، آر باید بی نهایت باشه. هم از این حالا یه توجیه مختصری از این پس با استفاده دادایی که قبلا نوشتیم. خیلی دوستان تو واتساپ فکر کنم پیام گذاشتن، مشکلی پیش اومده؟ من مشغول تدریس بودم، متوجه نشد. اوکی، الان همه سامانه اوکیه باشه. بده پس اومدیم اینو توضیح بدیم. بذار من این سرفست رو بردارم ببرم یه جای دیگه. اینو به عنوان یه نکته میتونیم چرا نیومد یه بار دیگه. این هم بذاریم اینجا. اینو مثلا به عنوان یه نکته در نظر بگیرید. من آبا رو مثلا چطوری به فعال کنید. نکته حالا که متوجه شدیم منابع رو چطوری غیر فعال کنیم، اگر منابع همگی مستقل باشن برای محاسبه آر تونن، کلی منابع مستقل مدار رو غیر فعال صفر میکنیم، یعنی منبع ولتاژ اتصال کرده و منبع جریان مدار باز میشن. سپس
بریم یه مثال حل کنیم ببینیم چطوری میتونیم قضیه رو برای تونن و برای یه مدار حل کنیم. کتابتون مثال باید زیاد باشه، خودتونم بخونیم. ندارم از رست اینم اینو بگیم بیس و باشه، اینم بگیم مثلا نسبت منفیه 120 بود، اینجا هم یکی من به دیگه بذاریم مثلا 60 بود، اینم 5 اوه بذاریم به من به جریان اینجا بذاریم، جهت همینجوری بود و بالا 36 آمپر. یه چی بذاریم؟ یه مقاومت هم اینجا بذاریم 6 او، یه مقاومت هم بذاریم مثلا 1.6 او، این هم سرهای دیوبی گفته از این دو سر. حالا خروجی دو سر میتونه دو سر یه مدار دیگه باشه، هیچ فرقی نمی. از اینجا گفته آر تبنن رو حساب کن یا آر نورتون، فرق نمی کنه، آر تبنن یا آر نورتون زاویه چی؟ خب دیگه الان فکر کنم براتون ساده باشه، منابع رو غیر فعال کنیم، میام میگم این 20 او، اینو باید اتصال کوتاه کنیم دیگه، من به ولتاژ فعلا بذاریم، جای منابع رو خالی بذاریم، بعدا ببینیم اتصال کوتاه کنیم یا مدار باز. این 5 او یه من به جریان هم اینجا داریم، همیشه برای سادگی انجام بدید این ساده سازی ها که اشتباه نه. این منبع ولتاژ مستقله، منبع ولتاژ گفتیم اتصال کوتاه چون مقاومت درونیش صفره، ولتاژی که صفر کنیم مقاومت درونیش هم صفره میشه اتصال کوتاه، اینم باز منبع ولتاژ اتصال کوتاه، این منبع جریان، منبع جریان جریانش که صفر کنیم مقاومت درونیش هم بی نهایته، پس میشه اتصال باز دیگه، پس این مدار باز این بسته یعنی اتصال باز، اتصال بسته یا مدار باز. خب نباید سخت باشه، مقاومت معادل از اینجا حساب کن، بلدید مقاومت معادل؟ این دو تا مقاومت چی هست با هم؟ 20 و 5 موازی هم دیگه، آره دیگه، اینا این موازی هست. موازی چطوری حساب می شد؟ 5 ضرب در 20 تقسیم بر 5 به علاوه 20 میشه 100 تقسیم بر 25 میشه 4 اوم.
درسته؟ خب بیایم یه کمی سادش کنیم. چهار او این هم که مدار باز دیگه کاری باش نداریم. یه 6 او هم اینجا داریم. باز موازی این داریم. 1 و 6 هم اینجا داریم. این هم حساب کنیم. 4 ضرب 6 تقسیم بر 4 بر 6 4 6 تا 24 تقسیم بر 10 میشه چی؟ 2.4. خب شد 2.4 و هم داشتیم که یه چیز روندی بدستیم. خب آره تونن میشه چی؟ میشه از این سر A و B 2.4 بر 1.6 2.4 بر 1.6 مساویه 4 و این شد آره تونن یا همون آره نورتون برابر و همین ساده که محاسبه مقاومتش سخت نیست معمولا. یه مقداری ممکنه تو محاسبه ولتاژ تونن به چیز نیاز داشته باشی، تحلیل مدار بیشتری نیاز داشته باشی. خیلی خوب، بریم محاسبه پس آر تونن و آر نورتون رو متوجه شد. بریم محاسبه فعلا زیر مجموعه همگی منابع مستقل باشن. 2 محاسبه بیه تونن و آیه نوتون. منابع مستقل دیگه غیر فعال نمی کنیم چون می خواهیم ولتاژ جریان حساب کنیم دیگه. فقط برای محاسبه مقاومت معادل، وقتی می خواهیم مقاومت معادل حساب کنیم طبیعیه منابعمون دخلی ندارن در محاسبه مقاومت. شما مثلا میگم یه مدار داری، می خواهیم مقاومت معادل دو سرش حساب کنیم. حالا دو سر خروجی آمپلیفایرت مثلا، وقتی نباید به ولتاژ وصل کنی بعد مقاومت حساب کنی، چون اون جریان هایی کم و زیاد میشن هی رو اون اوهمترت تأثیر میذاره. مدارت رو باید از تغذیه قطع کنی. از تغذیه قطع کردن یعنی چی؟ یعنی این منبع قطع باشه، این قطع باشه، مستقلن دیگه. منبع مستقل یعنی چی؟ یعنی به هیچ جای مدار وابستگی نداره. این یه منبع، مثلا شما زدی تو آداپتور، زدی تو شارژر یا هر چی، و این شارژر رو قطع میکنی چون میخوام مقاومت حساب. شارژر رو قطع کردی، منابع جریان یا ولتاژ رو که قطع کردی، حالا میمونه فقط مدار شبکه مقاومتی. بعد وقت اوهمت تو میذاری دو سر A و B به دست میاری. حالا یه اوهمی اینجا شد مثلا 4 اوهم به شما نشون داد. خب درسته روش منطقیه، یعنی نیازی به حفظ کردن و این چیزا نداره. کسی یه مقداری از مدار حالیش باشه متوجه میشه میخواد مقاومت حساب کنه، منابع معنی ندارن تو کار باشن. ما مدار رو خاموش میکنیم، منابع رو غیر فعال میکنیم، ولتاژ اتصال کوتاه میشه، جریان مدار باز میشه، بعد مقاومتش حساب. حالا برای محاسبه ولتاژ تونن یا آر نورتون طبیعتا منابع باید تو مدار باشن دیگه، قرار نیست اتصال کوتاه کنیم یا مدار باز کنیم، چون میخوایم ولتاژی که دو سر اینجا میفته رو حساب کنیم دیگه، بس مقاومت نیست. خب ولتاژ دو سر اینجا رو باید منابع باشن دیگه، بخوام والا ولتاژی نداره خود شبکه مقاومتی که ولتاژی نداره. پس باید منابعمون شارژر، باتری، منبع جریان، آداپتور، ترانس، هر چی از تو مدار باشه. پس منابع اینا رو میگم، اینجوری دارم توضیح میدم که بدونید این جمله‌ای که من اینجا می‌نویسم چیز عجیبی نیست، یعنی با چشم خودتون متوجه میشه. نیازی به حفظ کردن و این چیزا نداره که چیکار کنم. منابع مستقل سر جای خود باقی میماند. چون قرار است
ولتاژ خروجی جریان خروجی ولتاژ از دو سر خروجی بنویس. این منتها این خودش دو بخش داره. بله. بله. محاسبه یه تبنه. یک. محاسبه پایه نوت. پس اینو فهمیدیم منابع سر جاشون باقی میمونه. محاسبه تبنه. میگم ولتاژ مدار باز. گستره A و B همان V تفنن است. یعنی چی؟ یعنی این شبکه مقاومتیمون و منابع ولتاژ مدار باز اینجا، یعنی هیچی بهش وصل نیست. A و B مثبت منفی V open circuit. این همون چیه؟ این همون V تبنن. یس با بیه دفعه اوپن سیرکت یعنی چی؟ یعنی مدار باز، یعنی چیزی بهش وصل نکردیم. ها؟ هر ولتاژی دو سر ای و بی افتاد اون میشه ولتاژ تبنن. مدار باز یعنی چی؟ یعنی جریان صفره، نه یعنی به این شاخ جریان اختصاص بدیم. بذار بنویسم این پای زاویه صفر. چی نوشتی؟ متوجه نشدم. آیا اول آره مشکلی نیست صحبت. خسته نباشید استاد. ببخشید میگم آیه ان همون آیه او سیه یا آیه ولتاژ تبننه؟ اینو میخواستم بپرسم. آیه A و B؟ نه آیه N. اینجا نوشیم محاسبه آیه N. همون آیه O Cه؟ آیه نورتون منظورته؟ آره آره. نه این فقط برای محاسبه نوشتم. فقط برای محاسبه VT و نه. آیه VT چه درسته؟ جریان همون؟ آره. آه باشه. حالا قطع کن صحبت. این یه ما هم ارزهای تونن نورتون رو کجاست داشتیم، یا به صورت تونن ما به دست میاریم یا نورتون، یکی از اینا رو به دست میاریم دیگه، بعد اینا به هم تبدیل میشه. آره تونن آره نورتون که برابرن مقاومت ها اینجا نوشتیم، اینا هم به هم تبدیل میشه، کافی یکیشو به دست بیاریم. خب ما مقاومت ها رو به دست آوردیم. برای محاسبه مقاومت گفتیم که منابع غیر فعال بعد مقاومت معادل حساب میکنیم. حالا رسیدیم به محاسبه ولتاژ تونن
پس میخواید بنویسم یا آیه نفت. یکیشو به دست میاریم، دوتاشو به دست نمیاریم، یکیشو به دست میاریم، یکیم به دست میاریم. حالا منابع برای محاسبه این دوتا، منابع مستقل سر جای خودشون، چون قرار ولتاژ جنریتر حساب کنیم، ولی محاسبه وی تونل با آیه نورتون تفاوت داره. منتها یکیشو که به دست میاریم، یکیم به دست میاریم. برای محاسبه وی تونل دیگه آیه نورتون بحث ما نیست، اصلا آیه نورتون توی اینجا من نکشیدم. محاسبه وی تونل شما ولتاژ مدار باز دو سر ای بی رو حساب میکنید. یعنی چی مدار باز؟ یعنی این دوتا شاخه ای که شما داری ولتاژ رو حساب میکنید جریانش صفره، مدار باز. هر ولتاژ اینجا میفته، هر ولتاژ اینجا افتاد، میشه ولتاژ تونل. آیه نورتون بحث ما نیست. حالا میریم سراغ اگر بخوایم آیه نورتون رو حساب کنیم به جای وی تونل، جریان اتصال کوتاه دو سر ای بی. این دفعه دو سر ای بی رو اتصال کوتاه میکنیم، هر جریان عبور کردیم میشه آیه نورتون. دیگه وی تونل نداریم. فرق نمی کنه روش محاسبه جفتش یکیه. آره من بهتون میگم دیگه، یا اگرم نگفتم خودتون هر کاری خودتون سرسی انجام بدید. اونجا یه مقداری روش محاسبهش فرق میکنه، اونجا ولتاژ حساب میکنه، اینجا جریان. سر ای اینم ای گفته جریان اتصال کوتاه رو حساب میکنیم. فرض کنیم این اتصال کوتاه، این میشه چی؟ های شورت سیرکت. مثال یه معنی ما همون چیه؟ آیه نورتون هست. یه اتصال کوتاه ولتاژش صفر ها، درسته؟ و اینم براتون بنویسم، میگم مثبت منفی وی مساوی صفر. چرا؟ چون اتصال کوتاهش کردم، یه چیزی که اتصال کوتاهش ولتاژش صفر. پس این دوتا رو قاطی نکنین، اینا دوتا تعریف جداست ولی قابل تبدیلن به هم دیگه. یکیشو حساب کنی کفایت. بله چند دقیقه گذشت؟ 66 دقیقه. این هم مخفف این رو اینجوری می نویسن بیه او سی اوپن سرکت. اینم چی؟ آی شورت سرکت. اگر یه جد استفاده کردیم بدون خب اون مثالی که داشتیم منابع همه مستقل بودن دیگه، درسته؟ بریم مثلا به عنوان مثال اینو حل کنیم. اینو حساب کنیم. واسه اینو نمیخواد کپی کنیم، بهتر در سایت
سوال اینه که از اینجا ورتاژ تونل میشه چی؟ در واقع مثبت منفی ویه ای بی مساوی است با ویه اوپن سیرکت باز دیگه مساوی است با چی؟ ولتاژ تونل مساوی چی؟ ولتاژ اینجا رو کافی به دست بیاریم. من میام اینو دیگه هر روشی که دوست داری اینو گره مبنا در نظر میگیرم، اسم اینجا رو میذارم V1. آیا V1 همون V open circuit نیست؟ جریان این صفره دیگه. خورده اینو بیاریم پایین تر. این نکات رو باید توجه کن. جریان این صفر نیست، یعنی آی مساوی صفر دیگه، این مدار بازه دیگه، جریانی از این مقاومت رو عبور نمی کنه، پس افت ولتاژی دو سر این نمی افت. پس میام میگم که چون آی یک ممیز 6 او مساوی صفر است، پس یک مساوی وی چی تونه، این ولتاژ دو سر این دقیقا دو سر 6 اوم هم افتاده موازین، از اینم که جریان عبور نمی کنه دقیقا ولتاژ تونن با ولتاژ V1 برابر، پس کافیه V1 رو ما به دست بیاریم. میگم به روش ولتاژ گره به هر شاخه یک جریان نسبت میده. خب من میام میگم این مثلا I1 باشه، اینم اسمشو بذارم I2 همینجوری شانسی، اینم خودش جریانش مشخصه، اینم بگیم I3 اونم که صفر. خب من میام میگم که KCL اینجا بنویسم، KCL در چی؟ V1. خب یه 36 آمپر اومده تو گره، بقیه خارج شدن همه، مساوی است I2 به علاوه I1 به علاوه I1 به علاوه I3 به علاوه I3 به علاوه I1.6O که این که گفتیم صفر. خب ولتاژ گره چی بود؟ تعلیل ولتاژ گره، می اومدیم جریان رو بس به ولتاژ گره ها می نوشتیم. یادتون باشه این بنویس 36 که سر جای خودش 36 آمپر مساوی است، مثلا I2 از I2 رو بنویسیم، I2 میشه چی؟ V1 منهای 60 تقسیم بر 50. ببینید این دوتا سری هم، شما میتونی اینو بیاری پایین اینو ببری بالا، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، اینجا ولتاژش V1ه این سر چیه؟ 60 ولت. میتونی این دوتا رو جا به جا کنی، پس میشه 1 منهای، اگر هیچ ولتاژی نبود میشد 1 منهای 0 دیگه، منهای زمین. همه اینجا یه 60 داریم، منفی 60 ولت، چون از سر منفی هم هست جریان میشه اختلاف ولتاژ دیگه، جریان داره از سر مثبت این وارد میشه، پس این میشه V1 منهای ولتاژ این سمت، که ولتاژ این سمت این دوتا رو اگر جا به جا کنیم میشه منفی 60 ولت.
تقسیم بده چی؟ 5 او این شد آی دو برای آی یک کدوم این مثلا این خودش اوکیه دیگه نمیخواد جا به جا کن میشه جریان از سر مثبتش وارد شده میشه وی یک منهای چی؟ 120 ولت وی یک منهای 120 ولت تقسیم بده 20 ولت ولت ها گره ایتون رفته برید بخون بله آی سه میشه چی؟ وی یک منهای زمین این سرش چی نیست دیگه این مثبت منفی ولت ها جریان از سر مثبت وارد میشه ما هم یه جریان فرضی در نظر گرفتیم میتونستیم رو بالا در نظر بگیریم این پایین میشد مثبت فرقی نمیکنه میگم سر آخر اگر جریان عددش فرق نمیکنه اگر جریان اشتباه جهتش رو فرض کرده باشی یه علامت منفی اضافه میشه به جریانت مثلا 2 آمپر میشه منفی 2 آمپر میفهمی که اشتباه گرفتی که هیچ اهمیتی نداره جریان این میشه چی اختلاف ولتاژ تقسیم بر مقاومتش اختلاف ولتاژ میشه چی از سر مثبت وی 1 منهای ولتاژ سر منفی که صفره وی 1 منهای صفر تقسیم بر مقاومت 6 اوم کسی از متوجه نشده تا دوباره توضیح بدم خیلی خوب اگر سوال داشتید بگید 36 آمپر مساوی است با V1 V1 به علاوه 60 ولت تقسیم بر 5 و به علاوه V1 منهای 120 ولت تقسیم بر 20 و وی یک تقسیم بر 6 و میبینید فقط یه مجهول داریم وی یک کافی این معادله رو حل کنیم بگیم وی یک تقسیم بر 5 بله 6 تقسیم بر 5 میشه 12 دیگه 12 آمپر ولت های تقسیم مقاومت نه اشتباه کردم چرا برس شیش او یه منبع جریان اینجا داشتیم سری یعنی سری با شیش او یه اگر جریان منبع جریان سری با این داشتی دیگه آی سی رو حساب نمی کردی آی سی مقدارش مشخص بود دیگه حالا هر چی مقدار منبع جریانت بود میشون مقدار آی ست کار شما رو راحت میکنه درسته اتفاق خاصی نمیفته آی ست میشد همون منبعی که شما میگید اینجا به جای آی ست دیگه ما نمیشتیم وی یک تقسیم بر 6 و آی ست عددش رو داشتیم دیگه بله بگم وی یک تقسیم بر 20 منهای 120 تقسیم بر 20 میشه 6 آمپر اینا برای یک تقسیم بر 6 خب بگیم 36 آمپر اینو ببریم اون سمت منهای 12 آمپر به علاوه 6 آمپر دیگه نداریم این ساوی اسما چی؟ یک تقسیم برای 5 به علاوه یک تقسیم برای 20 به علاوه یک تقسیم برای 6 خب این میشه چی 36 منهای این هم که میشه منفی 6 میشه 30 30 آمپر مساوی از آن مخرج مشترک بگیریم از اینا مخرج مشترک بگیریم مخرج مشترکشون میشه 60 درسته؟ پنج ضرب در 12 میشه 60 به علاوه 3 به علاوه 6 هم ضرب در 10 خلاصه اگه شاید من جمع و تفریق هم اشتباه حساب کنم ولی V1 میشه 72
برابر است با همون چی وی تون. میشه 15 اونم 10 یا 25 چی میشه سی هم پر میسر است وی یک این 15 اونم 10 25 هست ولی 60 وی یک مساوی است با 60 در داره 30 تفت میبره 25 36 تا 18 تا رفتن 25 افراد دو در حالا جمع و تفریق اشتباه کرده باشم نمی حالا حالا هر عددی که میشه جریان وی یک به اضافه 60 ولت تقسیم 5 اوم جریان وی یک اینه منظورته. ببینید اون این دوتا سری هم میتونیم شبیه این بکشیمش، یعنی اینجوری بگیم اینجوری منفی مثبت 60 جا نیست، یعنی میتونیم اینجوری بکشیم 5 بود علمان های سری رو شما میتونید جابجا کنید. این 60 بود، اینم زمین، اینم چی V1. جریان ما این سمتی گرفتیم، از سر مثبت جریان وارد مقاومت میشه، ولتاژ مقاومت میشه چی؟ وی 5 او. وی 5 او مساوی است با وی مثبت منهای وی منفیش دیگه، درسته؟ یا میخوای یه نقطه تمیز بنویسیم داشته باشید یا نه؟ اینو میگیم. آره دیگه، این وی یک تقسیم بر پنج به علاوه 60 تقسیم بر پنج دیگه مخرج جفتشون یکیه، یه بار وی یک تقسیم بر پنج میشه به علاوه 60 تقسیم بر پنج. خب پس هم عرض تونن این مدار شد چی؟ هم عرض تونن این مدار شد یه مقاومت با یه منبع ولتاژ از سر چی؟ A و B. عرض ببینم R 4 اوم به دست آوردیم، شد 72 ولت اگر اشتباه جمع تفریق نکرده باشیم، قبلا هم R رو حساب کردیم، R شد 4 اوم. اینو تبدیلش کنیم به نورتون، تبدیل به نورتون، آرش همونه، این همونه 4 اوهمه، من به جریانش هم به این صورت از داره مثبت جریان خارج میشه چون منبع هست، آیه اس آیا این مساوی است با وی تبنن تقسیم برای چی؟ آر تبن یا آر نو که میشه چی؟ 72 تقسیم برای 4 او بر حسب آمن هر چی که هست. یه نقطه هم بنویسیم برای اون تیکت مدار محل قرار گیری عناصر یا عدم فرقه عناصر سری شده در یک شاخه
یعنی این یک بود. اینجا یه منبع داشتیم منفی مثبت 60 ولت و مدار اینم اینم زمین، این 5 اوم فرضاً. این برابر است با چی؟ پنج او منفی مثبت 60 ولت اینم زمین ویدیو. دوازده به اضافه سه به اضافه ده تقسیم بر ده. تقسیم بر ده کجاست؟ این؟ آها خب مخرج مشترک گرفتم دیگه. از این ستا، از اینا مخرج مشترک، از یک فاکتور گرفتم بعد مخرج مشترک گرفتم. 60 5 ضرب در چند شده؟ 60 ضرب 12 دیگه. پس این V1 ضرب در 12، 20 ضرب در 3 شده V1 ضرب در 3، 6 ضرب در 10 شده V1 ضرب در 10. جهت جریان اینجوری، جهت جریان اینجوری، جریان از سر مثبت وارد میشه، از سر منفی خارج میشه. میگم که وی 5 او مساوی است با ولتاژ سر مثبت منهای ولتاژ سر منفی که مساوی است با وی 1 منهای منفی 60 ولت و آی 5 اوم هم مساوی است با وی 5 اوم. تقسیم برای چی؟ مقاومت 5 اوم که مساوی است با وی 1 برای 60 ولت تقسیم برای 5 اوم.